درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین امروز با ترک جدید زیروتون وانکیدو آیسم اینجا ایم. ما منتظر طوفانی دو بودیم، خب قرار بود طوفانی دو بیاد. طوفانی یکی از چنل خود زیروتون وانکیدو اومد، آیسم توش مهمون بود، این یکی هم باز همین جوره، ولی انتظارمون طوفانی دو بود، ولی یه ترک به اسم دیماریا اومده. من فوتبالی نیستم ولی میدونم که دیماریا یه فوتبالیست خفنه. اصلا نمیدونستم اینو، همین داشتم فهمی کردم اسم این ترک چیه. شاید بعد اسپانیایی بلد باشم تا بدونم. دیماریا پرودوسر کار بولو پرودوسر هستش. بولو پرودوسر، یاد بوبو خودش افتاده. میکس مسترینگش کال آوت روز و آرت ورکش سنت رحمانی و ویژوالزش با سجاد اکبری. سجاد اکبری. بریم کارو داشته باشیم سری بچه‌ها. لایک و ساب و زنگوله بپاشید، اونا یادتون نره، حتما به ما کلی انگیزه میده و انرژی و ادامه کار. بریم که کارو داشته باشیم. آیسم خیلی شکل دورچی شده اینجا. همون موزیک ویدیو تاریکش مخصوصا. پس به فرمون یکم دیگه میرسیم ما ویلو، یکی روی پامه یکی شک میره رو دیوار، در روشم میگه تو هم بجور بیماری ها، رد میکنم زود به میگه دیماری ها. ریکیونم شد 20,000 تا من just love the tingles blue. یه دوبار چت کردیم نشو آشنا، اسمت میاد ابیلا کیو دیسپیوت کیس اکسپ شده چارکا، ولی این رقم از پول خورد. چقدر بریتیش داره میگه. دقیقا خیلی و چقدر پانچ، چقدر سر این مثلا پانچ ها موزیک ویژوالایزش هم باحاله، هم کاورش باحال هم ویژوالایزش. اسمت میاد ابیلا کیو دیسپیوت کیس اکسپ شده چارکا، ولی این رقم از پول خورد. تهران اینجا برام تو آپلاک، واسه بچه چغالا میکشم سو، عقب نایت کلاب وی آی پی لندن میشکونه سر دست موقع سامنج، داشت فقط وقتی میزنه لبخند که نوتیفیکیشن میده شاس ولت میلیونی در میاره ورسام تو دلم. خیلی خوب بود اینجا نگاه. فقط وقتی میزنه لبخند که نوتیفیکیشن میده شاس ولت میدر میاره ورسام تو دلم، مگه بره نو تایفون. اون چغالا هنوز درگیر اسکوترم، من تو اس یو بی 4x4 21 هر وقت بخوادش میندازه تخمش کی اون روز داره ریلیز. بایستا ببینم داره به کی میگه. خدایا اون بک وکالش با تخمه داشت. آره ولی میگه که توی یه هر روزی باشه من میندازم کارو ریلیز میکنم، مهم نیست که کی اون روز ریلیز داره، کار من مثلا دیده میشه به هر حال. فکر کردم منظورش از این کار حالت دزدیده شدن کاره که بعد باعث میشه زودتر ریلیز بشه. ها نه، بعد کارو تو 48 ساعت بستم اینجور که شنیدم. این کارو آره به نظرم اومد راستش. من عمرن به نظرم نیومد. به نظرم من اومد راستش، چون یه خورده خیلی میدونی همه خواننده ها وقتی که کاری که منتظری زیاد ازشون بشنوی کاری که متفاوتی داره، اگه بخواد کار خوبی در اومده باشه کاری که قرار بوده بده یه تفاوت قشنگی داره. این بیت و رایم و فلو و همه چی آشناه و جدید نیست، باحال قویه، ولی فلوش یه خورده. آره ریل بر خودش میندازه تخمش کی اون روز داره ریلیز. تونی وان داشی دکتر نیستش، ولی واسه دیدنش میدم پول ویزیت. من و دافم با هم کشتر. اینجا کیه؟ تیکه قبلی نمیدونم چرا احساس میکردم نمیخوره، با هم دوستم، ولی احساس میکردم مثلا برای وانتونز و اینا باشه، ولی این تیکه به دوکی داره میگه رسما دیگه. چی؟ نمیدونم تیکه سنگین نیست ولی خب به دوکیه. 4x4 21 هر وقت بخوادش میندازه تخمش کی اون روز داره ریلیز. 21 داشی دکتر نیستش، ولی واسه دیدنش میدم پول ویزیت. من و جافم با هم کش در میاریم، چپ لاین جفتمون بیزی. اگه رپ فارسی واسم کم بیاره میچسبم به چس وی سی. میام تو پارتی میگه اگه رپ فارسی واسم کم بیاره میچسبم به چس وی سی. من اتفاقا دو سخترش رو دیدم و خیلی عجیب دافه و آره واقعا خود ادعاش میشه دیگه، تو دافوازی ادعا داره واسه کلن زیتون وانکی. نه ببین دختره خیلی خوشگله خدایی، اسمشو نمیدونم، اسمش توی پروفایلش بود یادم نیست، ولی
قشنگ اگر مثلا به یه مردی میداد یه کاراکتر خانوم بسازه چه شکلی میساختش؟ همون شکلیه. و طبق سلیقه. آره واقعا خوشگله. دمش گرم. ولی خب اینی که من به این فکر کردم که چجوری پول در میاره، چون خب خودش کارش رپه. دوست دخترش چی کار میکنه؟ چون اینجا گفت هم من هم دوست دخترم کش در میاریم. یعنی از این کاپلن که جفتشون پول در میارن دقیقاً گولز. ولی خب چی کار میکنه دوست دخترش؟ یه هایی خیلی فضول شدن راجع به این مسئله. خودش که میگه هم این رپ کارمه، هم ترید و این چیزا. پس شاید دوست دخترش خودش مستقیما ترید نمیکنه، ولی خب کم میکنه. ولی واسه دیدنش میدم پول ویزیت. من و جافم با هم کش در میاریم، چپ لاین جفتمون بیزی. اگه رپ فارسی واسم کم بیاره میچسبم به HSBC. میام تو پارتی HSBC هم بانک های معروف هم دیگه، بانک های HSBC. آره دمون بیزی. اگه رپ فارسی واسم کم بیاره میچسبم به HSBC. میام تو پارتی لبخند ژکم بام یه شاتی بچم بلون. آبلاک سیستم میچینه دفاعی ولی باز اسکور میزنم سکوند. بیبی لیدی گاگاس هر روز بد خوام بیبی واسه بود. من انقدر فوتبال نیستم که حتی مثلا پس و فیفایی هم نیستم، ولی اینجا لفظش مشخص بود داره از بازی فوتبال میگه. میام تو پارتی لبخند ژکم بام یه شاتی بچم بلون. آبلاک سیستم میچینه دفاعی ولی باز اسکور میزنم سکوند. بیبیم لیدی گاگاس هر روز بد خوام بیبی ماماش توی مدو. گفتن یارو اول گفتم پس دیگه اضافه کاری واسم نکن. هیتر امروز فن دیروزه. چی؟ گفتن یارو اول گفتم پس دیگه اضافه کاری واسم نکن. هیتر امروز میگه یه گفتن یارو اول گفتم ولی دیگه اضافه کاری واسم نه چجوری نو بگم. گوش کن دیگه. توی مدو گفتن یارو اول گفتم پس دیگه اضافه کاری واسم نکن. هیتر امروز فن دیروزه. چقال چون ازم عقبه. اضافه کاری واسم نکو. خیلی سنگین تر نگوه. لازم نیست من بگم پدرم برو ببین خبر اپل نیوز. دالین پرواز دارم ایف دالین کارت خوب بود رو دو شک جفاردی سم گفت باز لستک ترین من موندم باز. جفاردی میدونی کیه که؟ جفاردی اون مو بلنده هست کشتی کیجگر کشتی کجگیره کشتی کجپاره معروف. فقط به خاطر اینکه گفت روی توشک نمیدونم جفاردی و تام هاردی تو داداش بودن. جفاردی اونه که خیلی عجیب حرکت های خیلی عجیب میزن، نرده اون میذارد 4 متر میپره و اینا. من اصلا یادم نیست کدومشون چیکار میکرد، فقط آستین رو یادمه. آستین؟ تو کشتی کج آستین ها اون یاروه؟ مسخره است. کدوم یاروه؟ نمیدونم. این چیه؟ کبرا بود. نه آمو نمیدونم. این آبجو میخورد میزد پاش میپاشید. کچل بود یادم رفتم باز شست شد. افتالین کارت خوب بود رو دو شک جفاردی سم گفت باز خوب بود رو دو شک جفاردی بس به فرمون چی گفت اینجا؟ جفاردی سم گفت باز لستک سرین من موندم باز دوستش تنین. بس به فرمون یکم دیگه میرسیم آویلو. من موندم با دوستش تنین؟ تنین دیگه چیه؟ چرا لیریک نداره؟ نداره دیگه. من موندم با دوستش تنه این؟ با دوستش تنه این؟ یه بار گیم زنم الان بود دو شک جفاردی سم گفت باز لستک سره این. من موندم با دوستش تنه این؟ دست به فرمونی که یعنی ده از دهه. یعنی من موندم با دوستش که خفنه. یعنی دوستش تنه این دهه این. من موندم با دوستش تنه این؟ دست به فرمون یکم دیگه میرسیم آویلو. یکی روی پامه یکی شک میره رو دیوان. در روشم میگه تو هم بجور بیماریه. رد میکنم زود به میگه دیماریه. میگه ولی کم هزاره رده چی نمیگه. چجوری اینجوری شد؟ دیدی؟ روشم میگه تو هم بجور بیماریه. رد میکنم زود به میگه دیماریه. میگه ولی کم هزاره رده چی نمیگه کنارم چی برات ساله؟ نه اینکه چجوری رفت فلوی هوی شکست خورد شد اصلا آهنگ و ریتم همه چه عوض شد. یه میزان جا به جا شد. کم هزاره رده چی نمیگه کنارم بدنشم سرده. مگه نشنیدی کریم این چهالا رو رنده پرید رنگت منتظر سنگ ریزن پرید رنگت منتظر سنگ یعنی فقط اگه دو نفر فقط توی رپ فارس استفاده کنن از این آتاتون یکیشون و خوب باشه کار به چسبه یکیشون آیزن اون یکی هم دورچیه.
قبول داری؟ مسئله اینه که آره خوب استفاده میکنم، ولی این آتوتونه رو نمیدونم چرا من این آتوتونه خورده میرم تو آهنگای خیلی خاص، حتی با اینکه مثلا میدونم وقتی که درست استفاده شد و باشه قشنگ چه آهنگ، ولی خب بازم انگار نمیتونم بهش علاقه داشته باشم. احساس کنم مثلا با هر چیزی میشه جایگزینش کرد، ولی در صورتی که به این تیکه آهنگ میادیم. شدتش زیاده فقط. میکوبه تاپ ناچیم هم تو شهر را به هیچ شخصی هم مرم بلهی، هر کیم خواست موندام، هر کیم رفت پای سرمون زود کرد گلگی دارلین، لستش با سر این من موندم با دوستش دنه این، این چاقالام ندارن آپشن، گرفتیم شهر و مافیا مله این، پیمنت روی پندینگ سیکرت چت با ایانا لیدی، اتاقم بزاها چه سرتش هم میاد بریم تا فندی، توی داشبورد وینتج گان اگه شک کرد موقع بیزنس پام، ردی خوردم شب جلو تیک اسما بعد پخش کنم بینشون بیزنس کارت، هرچی کم اومد بفرست واسه برنامه شب پر استرس. چرا اونجایی که راجبه درست بودن یا درست شدن یا نشدن بیزنس و نهایت خلاص کردن یارو گفت به سمت زیتونانکی تیر خورد؟ نه زیتونانکی تیر زد در واقع، نگاه روی رستش سوراخ داره. خب یعنی به ما الان تیر زد؟ مثلا الان ما پارتنرهای بیزنسیت بودیم که نتونستی باشون کرد ناراحت شدی؟ توی داشت بود وینتج گان اگه شک کرد موقع بیزنس پام، ردیف خوردم شب جلو تیک اسما بعد پخش کنم بینشون بیزنس کارت، هرچی کم اومد بفرست واسه برنامه شب پر استرس، نمیخواد تکس مکس شنیدم مالی جنسش نیست مثلش تهران، اگه دافی های جین سری وصلش کن به همای جی، میخوام باز جام کنم توش مثل بانجی بفرستم دنبال شب رانجی. ببین اینجایی که میگه دافی باشی های جین یه همچی چیزی، این دقیقا یعنی چی؟ یعنی تمیز باشه؟ یعنی داره یه هو به تمیزی دختره اشاره میکنه اینجا؟ یه جنسش نیست مثلش تهران، اگه دافی های جین سری وصلش کن به همای جی، اگه دافی های جین اوکی جنسش نیست مثلش تهران، اگه دافی های جین سری وصلش کن به همای جی، میخوام باز جام کنم توش مثل بانجی بفرستم دنبال شب رانجی. فهم کنم خیلی وقتا تو این شعر فقط واسه این که رایم درست باشه یه چیزایی میگن، چون الان گفتش که شاید مثل اشتر نمیدونیم واقعا. نه الان گفتش که دافی های جین یعنی های جین یعنی تمیزی شخصی، نظافت شخصی. خب دیگه درسته. بعد رد و بدل میکنه آی جی اینستاگرام. چه ربطی داره این دوتا به هم؟ خواه اگه تمیز باشه اینستاشو میگیره لابود، منظورش اینه. ربطی داره بازم؟ چه ربطی داره؟ نمیدونم. مثلا تو وقتی که با یکی میری سر اول قرار های جینش رو چک میکنی؟ سری وصلش کن به همای جی، میخوام باز جام کنم توش مثل بانجی بفرستم دنبال شب رانجی، ماشینم میاد دنبال چب اگه خواستی بیای بام بیت بکوبیم با هم ویسله روی میز آردی بذارم پیک دارلینگ فلایت میکنم صبح با سیف دارلینگ کار خوب بود بود و شک جفا ها؟ ویسلر چی بود؟ اونم یه چیزی بود دیگه میزدن توی یه ترکی داشت با ایپوپولوژیس ویسلر. آره بود. ویسلر چی بود؟ بکوبیم با هم ویسلر روی میز، فکر کنم یه دراگی بود یا یه مشروب بود یادم نیست درست. شاید یه مشروب بود انگار، یادم نیست منم درست. دارلینگ فلایت میکنم صبح با سیف دارلینگ کار خوب بود بود و شک جفاردینگ تونی گفت لستش با سرین من موندم با دوستش تنین. گنشت زخار گیروز. خب اینم از کار گالاتروس صدیق و 26 ثانیه دیماریا از دیواریا کید و آیسم. نظر تو چی بود؟ نظر من کار باحالی بود، تو همون مود طوفانی بود، ولی خب نمیدونم چرا دیماریا و چی شد که طوفانی رو ندادن، با اینکه کار به نظر میرسه که همونقدر یعنی تو همون وایبه خب، ولی اینکه چرا طوفانی ندادن، آیا برنامه دارن واسه طوفانی دو چون گفته بودن، یا این که نه همین بود کار با همین بستن، چون 48 ساعت هم گفت بسته میشین کار رو، شاید طوفانی دو تو راه باشه نمیدونم اینو. خب مسئله اینه که طوفانی کار باحالی بود. طوفانی و من راجبش چی نمیدونم، اون به کنار. اینی که این کار خودش چجوری بود، به نظرم این کار قشنگی بود، کار خفنی بود، ولی به خاطر اینکه یه حالتی تکراری بود یه خورده و یه داره فلوی تکراری داشت زیتونمان کید، با اینکه ورسش خیلی خوب بود، ورسش خیلی باحال بود، ولی خب میگم هم و حتی هم ورسش هم رایم و فلوش
هم کلن احساس کردم من در این آهنگ یه بار شنیدمش رو میشنوم، میدونی؟ ماله. احساس کردم یه بار شنیدم اینو، حتی در این حد که قبل برام همه جوره همه چیش آشنا بود. یه چیز بمبی که متفاوت باشه و پشمامونو بریزونه میخواد. آره. ولی فکر نمی کنم هیچ کس بتونه مثل فدایی با اون ترک آخرش پشمامونو بریزونه. یه دفعه من نمیدونستم بعد اینجوری کنم بعد اینجوری کنم چه رفتی داشت، ولی خب فهمیدم منظورتو. آره همون، میدونی اون خیلی یه نوآوری خیلی یهویی بود. آره. واقعا ریختیم کار باحال بود، ولی مثلا یه چیزی میخواست که اون میدونی این اثر به عنوان این کار به عنوان یه اثر موندگار بشه. مثلا یه چیزی تو رو یاد این ترک بندازه، یه چیز خاصی بجز اینکه مثلا فیت آیسم و زیرتون ما کیده. یه مثلا نمیدونم یه پانچلاینی، یه کورسی، یه تیکه، یه چیزی، یه لفظی، یه چیزی باشه که تو رو یادش بندازه، یا فلو خاصی، هر چی بود. این نقیصه رو، این کم بودو در واقع که میگه که داشت، به نظر منم همینطوره. ولی کار ترجم باحال بود، کار ترجم. شما نظرتون رو بگید بچه‌ها، برام مهمه بچه‌ها، شما نظرتون رو بگین توی کامنت ها. اگر دوستان که بیشتر با هم حرف بزنیم و ارتباط بگیریم و شما بگین و ما بگیم، بیاین حتما توی کانال تلگرامو که لینک اونم داخل دیسکریپشنه، زیر لینک این ویدیو، لینک ویدیو اصلی زیر اون هستش. و مهمتر از همه این که یادتون نره که مراقب خودتون حسابی باشید، لایک شیر سابسکرایب لایک و اینا رو هم که دیگه بزنید و عشق دلید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.